به نام یاد خداوند توانا، هموطنان عزیز، السلام علیکم. ما آرش نوری هستم. امروز بازم خداوند این فرصت به ما داد که ما بتوانیم یک پل ارتباطی بین هموطنانی که مستحق هستند و دوستایی که مساعدت میکنند شویم. ما به سلسله کمک هایی که از طرف برادر عزیز ما زید جان در کالیفرنیا هستند، دین روز ما یک فامیل مستحق کمک کردیم که شما تصویرش دیدین. امروز ما خواستم که از امو مبلغی که زید جان مبلغ $200 امریکایی رو بر ما روان کرده بود، ما اون امو مبلغ $200 امریکایی رو به افغانی ضرب زدیم که 15320 افغانی شد و خواستیم که این امی پول تقسیم سه فامیل کنیم، بتانیم که سه چراغ در سه خانواده روشن کنیم. بازم مجا دارک تشکری کنم از زید جان، خداوند اجر و ثوابش نصیبشان کنند. امروز میریم یک فامیل دیگه رو ما دیدیم که اونا مستحق است و کسی که کار میکنه رئیس فامیل یک شخصی است که معیوب است و یک کراچی داره بولانی پخته میکنه و در این روزای قرنطین کارشان هم رخصت است، یعنی کار هم کرده نمیتونن، بیکار مانده و مستحق هستن. انشاءالله اول میریم ما خانهش میبینیم که واقعا مستحق است، خانه رو خود ما سروی میکنیم، اگر دیدیم مستحق است باز ما مواد تسلیمشان میکنیم. همراهی شما را میخواییم. سلام علیکم. خانه محمد موسی را کار داشته؟ نه خودم. ما را یک کس آدرس شما را داد، گفت که خودت کراچی داری بولانی سودا میکنی، در این شب روز بیکار هستی. بیکار است. ما میخواستیم برای خودت یک ذره مواد کسی کمک کرده و در بر تو بتیم. اجازه است که بیم ببینیم که خودت هم مستحق است یا نه؟ اجازه است؟ ما آمدیم خانه محمد موسی دیگه ببینیم که وضعیت اقتصادیشان چه قسمت است. هموطنان عزیز، قسمی که میبینین موسی جان در یک خانه کهنه زندگی میکنه، وضعیت زندگیشان شما اینا میبینین. یعنی مادرم است، اینجا مریض است. جان چی کار میکنی خودت؟ امی بلانی میپرختم، ولی امی وقت امی مرض برامده، ولی کنج خانه هستم، قدیم دو تا اولاد، مکتبم بند بود، امی تو اشتکام مکتب میرد خوب بود، یا کلش امی درد سر خانه افتی لگیست. خانه از خودت هستم موسی جان؟ نه، کرانشین هستم، اولی از یک مسلمان هست بیچاره، دوستای خدا، امی بچه ها از امی کوچه، امی بیادرم، امی اندیوالم هست، بس یک بیادر بودست، یعنی همی خانه را پیدا کردن، گرفتن به من،
این امی روز زندگی ما سر امی بلونی میشه. حالی نه یک ماه میشه کرای خانه هم سرم توانه است. دیگه هم هست. مای چند کرا میتونی؟ 3,500. 3,500؟ کراچی از خودت هست؟ آه. دروغ و پناه ندارم. از خورد و کلان از امی کوچه تا سر تا آخر پسان. 30 سال هستم من امی کوچه زندگی میکنم. در این کراچی روزانه چند کار میکنی؟ یک میشه یک 3 ساعت، 2.5 ساعت. روزگار خانم، کرای خانم میبرید. من از کار خود راضی هستم. از خداوند شکر میکشم. به هر کارش از خداوند شکر میکشم. اولی این یک ماه میشه. هفتیدیم دیگه دربار خدا سیل دارم. بازم شما دوستای خدا سر وقت ما رساندین خانه تان آباد. خداوند دیگه هم به شما بده. روزایی که کارت نشه باست پسنداز چیزم داری؟ آنمونم خرج کرده خواه بودیم اینو تا این امروز رساندیم. باز در کراچی تنها کار میکنی خودت؟ آه اینم این بچه که کنیم. از مکتب میاد قدیم کمک. مکتب خو میرن؟ آه مکتب از مکتب از مولای مسجد اینجا قاری درسشان میتونم. آفرین. خود درس ضرور است فرضی ها بگی فرضی است که سرشان سر دخترم سر بچه هم درس بخانی. آینده شان خوب شد. آینده از جا خراب شد از ما خوب مرچ سرخ شد. آینده از جا را میخواییم و وطنش به دردشان بخوره. در خانه یک دانه مریض هم داشت تو کی است؟ مادرم است. مادر تانه چی مریضی داره؟ او فشار داره، شکر داره، این همی تفتیدگی است. اونمو مشکل ما کمی زیادتر ماموش. دوا بخار، دیگه بخار این. خداوند او را هم شفای عاجل نصیب کنه. دیگه تکلیف نداره. انشالله که بخیر خوب شوه. امو کسی که بر شما کمک کرده ما یک پل ارتباطی شدیم که او کمکش به شما رساندیم دیگه او خانش آباد به شما هم خانش آباد برادر ما هست که زید جان نامش هست در کالیفرنیا زندگی میکنه اگر خودت کدام گفتنی پیام داری میتونی برش بگویی خداوند خیراتش قبول و دربارش کنه خیر بتش قدی شما دوستا و قدی ما خداوند دیگه هم بش بت آرام آرام داشته باش ما را یاد کرد خداوند خودشان را یاد کنه و دربارش امیت خانه تا و خیر بید. آمین خداوند شما آرام داشته باشید خداوند برادر ما زید جانم در پناه خود داشته باشه من بازم ازشان تشکری میکنم که در فکر برادرای خود و هموطنای خود هستن دعای اینا را هم گرفتن ما دو فامیل از امو پول که ارسال کرده بود کمک کردم یک فامیل سیومی رو در نظر داریم که رو کمک میکنیم این پای دیگه تا خود نمیشه گفتی؟ نه، مین زده پای تا مین قطع شد؟ از کری میکردی کار میکردی چه مین پراند؟ همی خورد بودیم همی بدر وقت ورسا همی خانه ما مین پراند چند سالگی مین پراند خود؟ 20-25 ساله بودیم خود در جوانی دیگه این پای خود نمیشه؟ نه تکه و پارچه است یک پایشان قطع شده و یک پای دیگه پای چپشان قطع است پای راستشان هم قطع نمیشه و آفرین به همتشان که کار میکنن آمدیم به خانه یکی از هموطنای ما در اینجا زندگی میکنن و قابل یادآوری میدانم که این مساعدت امروز هم به جمع مساعدت های برادر عزیز ما زید جان است که در کالیفرنیا زندگی میکنن مبلغ را روان کردن و از دو فامیل یک فامیل دیروز کمک کردیم و یک فامیل هم در این برنامه کمک میکنیم حالا آمدیم تق بزنیم ببینیم که میتونیم امروزشان صحبت کنیم یا نه خوب هستی بخیر سعادتمند هستی دیگه ما آمدیم که بر خودت یک ذره مواد غذایی آوردیم کس آدرس تداد مساعدت اگر کدت فیلم بگیریم عکس بگیریم مشکل نداری؟ مشکل نداری؟ راضی هستی؟ با خیمه میشه که خانه رو ببینیم یک دفعه ببین کس نباشه یک دفعه ببین ما آمدیم برادر ما بر رضایت خودش میخواه که ما امروش صحبت کنیم دیگه منظور از اینست که ما بتانیم کمک کنیم دیگه یک هزار طریق میشه ما فکر نکنم که قدر تاثیر گذار باشه یالا سلام علیکم خوب هستم بخیر هستم سلام هستم
ما در خانه شما قبلا آمده بودم، دولیتان البته. یه همسایه شما نامش چی بود؟ خواجه کریم. بر ما گفت که یک فامیل دیگه مستحق است. یک دو فامیل هستیم. برادر خانم هم هست. من اینجا جدا میشینم و اونجا جدا. خب جدا هست و جدا هستی. خب دمی تاکب زندگی میکنی؟ باز این نم نداره؟ خواه خواه همیجا همیجا هستیم. این خانه نور شهید است شما میبینین که مستحق هستن. از نظر ما مستحق هستید. قضاوت چه با شما کنیم که ما حق بردار سپردیم یا نه؟ هموطنهای عزیز، آمدیم در خانه خواجه نور سعید. یک دستکشان مشکل داره، معیوب است، تکلیف داره، وزن خیلی کده نمیتونه. به او خاطر من اجازه ندادم که وزن خیلی کنه کنم، مشکلش اضافه تر نشه. حالا یک دقیقه که خواجه نور سعید قصه میکنه، میبینیم که چی مشکلات دیگه داره و چی پیام داره بر شما. خواجه نور سعید جان، در باره زندگیت قصه که با ما چی کار میکنی؟ قبلا چی کار میکردی؟ بعدیم قراراتی بود، جواب ما دادن دیگه. این کراچیوانیست، بازگشی هم انتو قرانتین شدیم، بند شدیم، نمو خانه هستیم. خب در شاروالی چی کار میکردیم؟ در شاروالی هم صفاکاری میکردیم، لبای سرک پاک میکردیم، جوه ها را پاک میکردیم. باز یک سال پیش گفتی که؟ بله یک سال پیش بودیم، یکم سال کار کردیم دیگه جواب ما دادن، قرارات تمام شد. کارمند رسمی نبودی؟ قراراتی بود. خود دستت در کجا آگار شده؟ این دستم در زمان طالبات بام وقتی در بودم در گریس میگه شده. کجا میگریختی؟ از خانه میبر آمدم بیرون که یک سو فرار کنیم. خانه طالبات پشتت آمده بود؟ کاربارت چطور از حال کاربارتان میشه؟ کاربار نه، حالا کار ما مزه نداره دیگه. تو بیکاری بدبختی زیاد است. در کراچی باربری میکنی دیگه؟ باربری میکنیم، 40-50 پیدا میشه دیگه. این مشکل خدا میسازیم. چند دانه طفل داری؟ 6 دانه. خواهش شکر. 6 دانه طفل داری. بچه کلان چند سال است؟ 12 ساله بچه کلان هم. سر از وقت کار نمیکنی؟ نه، او هم مکتب میرن. درس میخونی سرشان؟ بله درس میخونی. خواه کجا هستن حالا اولادای؟ اونجا یک تایش پیشم بود. چند کرامیتی اینجا؟ اینجا 4000 کرامیتیم، 2000 همسایه میتر، 2000 ما میتیم. خواه یعنی اولی را 4000 کرام گرفتین، باز 2000 خودت میتیم، 2000 همسایه دیگه. در تاکاو باز زندگی میکنی؟ نم نداره؟ نم داره دیگه، چطور کنین؟ خانه پیدا نمیشه. خواه یعنی در 2000 دیگه خانه پیدا نمیشه. زمستان هم اینجا بودیم؟ زمستان هم اینجا بودیم. با زمستان چی در میتین؟ چوب بخاری چوبی است؟ سنگ زغال کمتون و هر چیز که گیر آمد سختانیم، صندلی بودو. و مقصد از گروپ هم کار گرفتیم، روز تیر شد دیگه. گروپ از زیر صندلی ماندی؟ بله. برق دارین باز؟ برق داریم ها. خواه دیگه چی مشکلات داری مثلا؟ مشکلات اینمی است که
بچه ها درس میخوانند، تو مشکلات قلم و کتاب چیشان داریم، این پیسه نختین، گاز پر میکنیم، مثلا چیزای ضرورت خانه هست نمیتونیم رسیدگی کرده دیگه، گپ هستیم چکنیم دیگه روزگار هستیم. روزایی که کارت نشه باز همسایه همراهیت کمک میکنه، یه همسایه که در داخل اولیتان هست؟ یا از ما بتر هست دیگه، داشته باشه میکنه کتما یکی بردگه میکنه یا؟ یه همسایه دیگه یه چهار طرف شما خانه های مقبول مقبول زیاد هست، اینا کمک میکنه؟ نه یا کجای این وکیل کوچه ماست، هیچ کدام لسته که دو کیلو گندم دولت میتده، او شما شامل هستین یا نه؟ شامل بودیم ندادن ما. نگرفتین تا بالی؟ خب اگه دو کیلو گندم هم بگیری فکر نکنم که دو کیلو گندم یک وقت نان هم زیاد نمیشه دیگه، او را باز آرد کنی یا فکر کنم بخاطر گندم بریان داده، گندم بریان کنی دیگه خانک نخوری، حال خانک هم خلاص هست، خانک هم خلاص هست، فعلا زمستان تیر شده است دیگه، این مشکلات این خرچ هست دیگه، روزمره دیگه ببینیم که چه میشه، خدا چه میکنه. مواد ارتزاقی را، مواد خوراکی را که ما به شما آوردیم، این از طرف یک هموطن ما به نام زید است. زید جان کمک کردن بر شما، ما را شما را رساندیم برتان و گپ مهمی است که این همین خرچ یک ماه هست دیگه، به یک فامیل یک ماه خرچش است. شما باید وعده بتین بر ما که تا یک ماه آینده را که وضعیت خوب میشه، انشالله که وضعیت خوب شوه، شما دیگه از خانه نبرین، به خاطر از اینکه دولت قرنطینه اعلان کرده دیگه، وقتی که خودت قرنطینه گفتم میری در بازار کارم نیست دیگه، هیچ ضرور نیست که در بیرون برای حال خوش و کرونه یک بوجیار روغن و برای اینجا هر چیزی که بود ما آوردیم، اون نموره میتونی که من استفاده کنی و در خانه باشی. تشکر از این زایت که ما کمک کرده است، خدا خیرش به تمام زندگی ما، با مشکل بودیم نجات پیدا کردیم، یک چیز خوب شد بالاخره دیگه، این پیسه گاز ماز و ما را هم جور میکنیم، خدا میربان است از یک سو پیدرک میکنیم. آه ناگفته نمانه که این غذا برپخته کردن نیاز داره دیگه، در گاز پخته میکنه نی؟ در گاز پخته میکنه، گاز هم کیلوی 50 افغانی هست دیگه، شاید دیگه قیمت تر باشه که بلندی اینجا 60 روپا پر میکنه، 60 روپا خب این مشکل هست دیگه، خدا خیرشان بده، کمی کمک که ما کردن ما خوش هستیم، باز بار دیگه هم دعایشان میکنیم که دست ما غریبا را گرفتن خیر ببینن. اینجا یک اتاق است یا دو اتاق؟ یک اتاق است. یک اتاق است. باز همی طفلا یا کل تندم یک اتاق خواهد میشه؟ یک اتاق خواهد میشه. آشپزخانه تشنا بیگه پا نداری؟ تشنا ما اونجا شریکی است. خب تشنا به حساب به حساب امام کدنی هم هست تشنا با ما بعد رفت دیگه تایلت یا کمود جدا است. بله باز اما ما موجه میکنم اما ما شراکت استفاده بله میکنم. بله خب اینی هم یک مشکل هست، خداوند مشکلات حل کنه دیگه. آشپزخانه چی گفتی؟ این آشپزخانه هم نداریم دیگه، دم بیرون دیک پخته میکنیم، نیدم داله ما بین خانه تا. خب میشه که اونمون چیزها رو ما باز تصویرش بگیریم که هموطنهای ما ببینن که یعنی واقعا اینا مشکلات دارن، خدا کنه ما دانسته باشیم یک کم مشکلات شما رفع کرده باشیم برای یک ماه. البته به برکت زید جان که همکاری کردن، ما بازم ازشان تشکری میکنم. یک اتاق است که همینجا زندگی میکنن، فقط یک اتاق است، یک اتاق چهار دانه دیوار است دیگه، چهار دانه دیوار یک دانه دروازه، چیز دیگه نداره، تشناب نیست، هم یک تشناب مشترک استفاده میکنن که هم تایلت است و هم برای سرجانشویی است، آشپزخانه ندارن، غذا رو در بیرون پخته میکنن. ای دخترک هایت هست بچه هست؟ بله یار مکتب روان میکنی؟ مکتب این دو تا گگ نمیره اونش میره. خب یا خورد هست زندگان شامل نکدی و میره. صنف چند هست بچه؟ صنف دو. سر از این بچه ها دختر ها مکتب باید بخونی، آینده کشور به دست اینم یا هست دیگه، انشالله که خداوند یک لطف مهربانی کنه که مشکلات از سر ما حل شوه و بخیر ما و شما هم نرمال زندگی خود پیش برده بتونیم. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه های بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم
وقت تان خوش، خداحافظتان.